دوستان عزیز، موشه ساخان هستم. تفیلا یا دعا یا درست معنی دقیق ترش پیوند و اتصال با خداوند رو ادامه میدیم. قسمت در مورد پادشاهی داوید الملك، اتصمخ داوید عبدخا، که دفعه قبل مقدمه ای گفتیم، امروز با امید هاشم اینو کاملش میکنیم که برخای 15 هم که در مورد پادشاهی خاندان داوید یه مقدار اینو بهتر درک کنیم، چون کلا ماشیخ از دو تا لغت کلمه رو هم جدا کنیم میشه مسیح، یعنی از کلام. وقتی هر چقدر در مورد ماشیخ بیشتر صحبت کنیم درک و فهممون هم بیشتر میکنیم و اومدنش هم تسریع تر میکنیم، چون دانش بهتری خواهیم داشت. یه جای میفرماد پیامبر خدا ناوی که اخیشنا، میگه من عجله میکنم، یه جا میگه به ایتا کنار هم به موقع خودش، و سوال میکنه این زد و نقیزه یعنی چی؟ ماشیخ هم به موقع خودش میاد هم تسریش میکنم، نمیشه یا به موقعش میاد یا با عجله میاد، کدامشه؟ میگه بستگی داره که اگر ملت اسرائیل زخود داشته باشن، مستحق باشن، عجله میکنم زود میارمش، اگر نه اون موقع زمانی که تعیین شده از قبل خواهد اومد. مثل شبات که بارها گفتیم، شبات یه زمانی داره که وقتی که غروب و آفتاب شد و دیگه شبات شروع میشه، چه بخوای چه نخوای، چه کار کرده باشی، خونه رو آماده کرده باشی، غذا پخته باشی، ماشیخ شبات میاد. ولی انسان میتونه اومدن شبات رو زودتر قبول کنه، مثلا تابستون ها که بچه ها میخوان زود برن بخوابن، هنوز هوا روشنه، ولی میتونیم چیکار کنیم؟ شبات رو قبول کنیم. بنابراین ماشیخ هم زمان یموت، هم ماشیخ هم تشبیه شده به روز شبات، روزی که آرامشه دیگه، دنیا از این دیوانه بازیاش میاد بیرون. میتونه انسان با انجام دادن میسوه ها، یه صدقایی که میده، هر کس باید تصور کنه دنیا مثل کفه ترازوه، یه کار خیری من انجام بدم، دست یه نفره بگیرم، یه تعلیمی، یه صدقایی، خانم‌ها شمع شبات روشن کنن، هر کسی به نوبه خودش میتونن اومدن ماشیخ رو تسریع کنن. پس ماشیخ هم یه زمانی تعیین شده میاد، چه ما آماده باشیم چه نباشیم، ولی ما نمیخوایم این گونه، ما میخوایم ماشیخ رو زودتر بیانیم. بنابراین هر دوتاش درسته، اخیشنا عجله میکنم، به ایتو زمان خودش هم وجود داره. میگه اگر میخوایم تصور کنیم ماشیخ رو و بخوایم اینو بهتر درکش کنیم، ایمان بهش داریم، باید یه مقدار باهاش بیشتر آشنا بشیم. همین گفتیم ماشیخ مسیح، از سیخ و از صحبت میاد، و تنها قدرتی هم که میتونه منتالیتی یا طرز فکر ما بچه های گالوتی، ما 2000 سال تقریبا تو گالوتیم، نه به تمیقداش داشتیم نه ماشیخ داشتیم، حالا بخوایم بگیم ماشیخی میاد دنیا عوض میشه، هیچ کس نمیتونه تصورش هم کنه. مثل این بر گفتیم 200 سال پیش میگفتن یه زمانی میاد با هواپیما میری یه جای دیگه، یه زمانی میاد نمیدونم میتونه تلفن باشه از اینجا با اون برای دنیا هم ببینید هم صحبت کنه، میخندیدن بهتون. ولی وقتی انسان الان داره میبینه، میبینه واو چه چیز حرفایی که اصلا قدیم میخواستم بزنن، الان میتونه همه چی، یه چند سال دیگه هم کارهایی که ما انجام میدیم اونا به ما میخندن. مثلا یه زمانی گفتیم از لس آنجلس تا اسرائیل 16 ساعت تو هواپیما، واو 16 ساعت شما میرفتید، یه زمانی میرسه یک ساعته از اینجا میرن اسرائیل و به ما میخندن. بنابراین دنیا داره میره جلو و ما باید ماشیخ رو بتونیم درکش کنیم. تنها راشم به وسیله قسمت های از تورا مثل هارمبام، خافستاین، گمارا، جایی که در مورد ماشیخ صحبت میکنه، قدرت داره که منتالیتی و طرز فکر ما رو چیکار کنه؟ عوض کنه. بنابراین میگه ماشیخ پادشاهی خواهد بود، ملک که خاندان داوید رو بر میگردونه، به تمیقاش رو آباد میکنه، ملت اسرائیل رو از چهار گوشه دنیا، یهودی سرگردان رو جمع میکنه، کارهایی که تو به تمیقاش انجام میدادن تمام دوباره انجام میشه، سال هفتم و سال یوبل پنجاه هم و تمام قوانین تورا
عملی میشه، چون الان نصف بیشتر میسوای تورا قابل اجرا نیست، چون باید در سرزمین ایستاده باشیم، بستگی داره به تعمیراش باشه. ما الان نصف کمتر میسوها رو انجام میدیم و میگه کسی فکر نکنه که وقتی ماشیخ بیاد معجزه میشه، نمیدونم دیگه آفتاب طلوع نمیکنه غروب، نه نه، دنیا طبیعی میره جلو، طلوع آفتاب غروب آفتاب هیچ تغییری نخواهد بود که بگم مثلا یه دفعه مثلا همه مردها زنده میشن، نه، اون یه دوره دیگه هست، یه متماشیه یه دوره هست، یه دوره دیگه هست بهش میگن تقیت، همه تیم زمان رستاخیز که اون موقع مردها زنده میشن، ولی زمان ماشیه دنیا طبیعی پیش میره. حالا چقدر فاصله هست بین دوره ماشیه تا زمانی که مردها زنده بشن روش بحث میکنن، از اونجایی که گالوت خیلی طولانی شده اون زمان هم خیلی کوتاه‌تر خواهد بود. با امید داشتن با اومدن ماشیه زودتر هم اونه که از پیش ما رفتن بعد میگردن. البته یقیده سگولا آدم های استثنایی مثل موشی ربنو یا کسانی که کمک کردن دنیا بهتر بشه، اینها اومدن ماشیه رو با چشم خودشون هم میبینن، یعنی زودتر هم زنده میشن که اینها رو ببینن. ولی در هر صورت در زمان ماشیه که بهش میگن یه موت هماشیه، دنیا طبیعی میره جلو، همه چی معمولی خواهد بود، آدم ها زنده فوت میکنن طبیعی، ولی طول عمر انسان میره بالا. و ماشیه در دین ما هیچ تغییری به وجود نمیاره، همه چی طبق قوانین برپا گشت، فقط نوشته شده توی میدراش تورا خداشا میتی تست، میگه تورای تازه‌ای از جانب من میاد بیرون، نه اینکه تورا عوض میشه، بلکه معنیش اینه که عمق تورا آشکار میشه، چون تورا که کتابی نیست که فقط الان داریم میخونیم، تورا دانش الهیه، بهش میگن خخمات و شلقادش بارخو، همونجوری که خداوند انصافه و لایت ناهیه دانشش هم بیکرانه، به حدی که موشه ربنو که سرور ما است و تورا رو به ما داده، زمان ماشیه حتی ماشیه میگن به موشه ربنو هم تورا یاد خواهد داد. واو، چرا؟ ولی که عمق تورا آشکار میشه. بعد رمبام تو کتاب حلقوت خودش توضیح میده چه کسی میتونه ماشیخ باشه، آیا هر کسی میتونه کاندید برای ماشیخ باشه؟ میگه نه، باید یک شرایطی داشته باشه، مثل یه نفر میخواد رئیس جمهور آمریکا بشه، اونم باید شرایطی داشته باشه، باید شجره نامش بخوره به داوید ملک، یعنی کسی که میخواد کاندید برای ماشیخ باشه، که الان توضیح میدیم دو تا چی وجود داره، یکی بهش میگن خزقت ماشیخ assumption، یعنی ما اگر این علائم را در یه نفر دیدیم این میتونه ماشیخ باشه و خیلی قویه کاندیده، ولی وقتی یه کارایی کرد که مثلا به تمیقاش رو آباد کرد، اسرائیل را جمع کرد، همه این کارا رو انجام داد، اون موقع بهش میگن ود در ماشیخ، مطمئنن ماشیخه. از یه زمانی از که میگن خزقت ماشیخ مثل یه کاندیدیه که اصلا اگر از باید نسل داوید ملک باشه، یک مثلا ناسی هست، یک رهبره و مشغول تورا و میسوت هست مثل داوید جدش، و باید تو قسمت های تورا شفای تورا وارد باشه کاملا و همه رو به راه تورا بیاره، میسوار رو قوی کنه برای اسرائیل، جنگ های خدا رو بکنه، نه جنگ مادی، مثلا جنگ های معنوی هست. این کاندیدی هست برای ماشیخ، ولی وقتی که گفتیم همه رو جمع کرد اون موقع و به تمیزش ساخت، اون موقع دیگه بد در مطمئنن ماشیخه، دنیا رو کامل میکنه، همه رو میاره که بخوان خداوند رو عبادت بکنن. و گفتیم که دوره ماشیخ کسی فکر نکنه که هم چیزای طبیعی دنیا میره کنار، نه، بلکه این کم که نوشته شده زمان ماشیه گرگ و بره با هم یه جا خواهند بود، گرگ بره رو تیکه پاره میکنه، بلکه اشاره میکنه به ملتهای دنیا، آدمایی که مثلا مثل گرگ درنده میخوان همدیگر رو تیکه پاره بکنن، چه کشورها چه آدما، اینها اهلی میشن، یعنی سر عقل میان وقتی دانش الهی رو درک کردن، دست خدا رو دیدن، ماشیه و اینا رو که دیدن، اینها هم آدم میشن، انسان میشن و میتونن برادر بارانه همه کنار هم زندگی کنیم.
که الان داریم میبینیم که مثلا زمانی که اسرائیل مثل یه بره در برابر 70 گرگ درنده بود، جنگ 6 روزه، جنگ یوم کیپور، از همه کشور بخون حمله کنن به اسرائیل، الان تمام کشورهای عربی تو صف ایستادن که با اسرائیل صلح کنن، تو دبی، عربستان سعودی. واو، اصلا چیز باور تو دنیا نبوده. کنیسا زدن، مدرسه زدن، سفر تورا میبرن، تور میذارن. الان برای پسخ امسال 2023 توی دبی و اینها تور گذاشتن 14 روزه و قیمت فوق العاده مناسب، یعنی با بلیت هواپیما و تمام غذا و مسا و موسیقی و جشن و همه چی. کجا؟ یه کشور عربی. و چیز صحنه خیلی قشنگیه، این زمان ماشیخه، داره نزدیک میشیم. گفتیم ماشیه ات سه مه داوید رویان میشه، یواش یواش یواش، نه یه دفعه از اون بالا میافته پایین سول میشه، نه، داریم الان میبینیم که دنیا داره به طرف ماشیخ میره. این زمان ماشیخه. پس انسان چشاشو باز کنه که داریم ما کجا به طرف کجا داریم میریم. مردم سر اخلاقای درست میان، اتیکس، رفتارشون با هم خوب میشه، که این زمان ماشیه خواهد بود. رمبام همچنین یه مقدار توضیحات بیشتری هم میده، میگه که ماشیه بزرگتر از هر پادشاه و سلطانی خواهد بود که تا حالا بوده، و میفرماد که پادشاهیش از خاندان داوید خواهد بود و شلومو حمله خو و تمام ناوی ها در مورد اون صحبت کردن. اسرائیل ها دوباره استقلالشون رو به دست میارن، برمیگردن به کشور اسرائیل، و پادشاهی بود خواهد بود بزرگ به اسم سیون، و شهرتش، آوازش تو همه دنیا خواهد رفت. حال که الان میبینیم اینترنت قشنگ میزنه، یه همه دنیا با خبر میشن. زمانی هم که ماشیه خواهد اومد، گفتیم معجزه اینا که نمیشه، اینترنت و تکنولوژی الان برای اینه. اخبار میگن ماشیه وارد شد، ماشیه خودش آشکار کرد، یعنی همه چی سیر طبیعی میره جلو، و از هر پادشاهی بزرگتر خواهد بود صداقتش، و مردم رو به راه درست میاره به طرف خدا، همه با یه زبان خداوند عبادت میکنن، ثروتمند و فقیر، قوی و ضعیف با هم زندگی خواهند کرد زمان ماشیه. برای مردم خیلی راحت خواهد بود که پول به دست بیارن، زندگی کنن. میگه وفور و نعمت خواهد بود. چرا؟ الان با وجود که این همه نعمت تو دنیا هست، مثلا این همه نون، گندم هست تو دنیا، ولی بعضی کشورهای آفریقایی الان دارن بدبختی میکشن، بچه هاشون روزانه میمیرن. قرن 21. چرا؟ کشورهای دنیا کمک میکنن، ولی مافیایی هستن این وسط که اینا رو میگیرن و نمیذارن به دست اینا برسه. اینا گرگای درنده هستن. زمان ماشیه این گرگا دیگه نخواهند بود. پس اون موقع وفور نعمت همه دنیا خواهد بود. الان با این همه ثروت که تو دنیا هست، هیچ کس نباید گرسنه باشه، ولی آدم های ناباب با کارهایی که انجام میدن جلو اینا رو میگیرن. زمان ماشیه اینا میره کنار. پس ببینید معجزه نمیشه، همه چی داره طبیعی میره جلو. خیلی قشنگ الان همه دنیا باروخ هاشم میتونه برخا باشه، ولی آدم هایی هستن که کشورها رو اداره میکنن نابابن، اصلا بلد نیستن اداره کنن. زمان ماشیه همه چی درست خواهد بود، و میتونن نوشته شده خیلی قشنگ، میتونن کارهای خارق‌العاده در زمان خیلی کم انجام بدن. زمان ماشیه، واو، الان داریم میبینیم که با تکنولوژی اینترنت، و الان 1-2 ماه هست یه چیز تازه هم در اومده، دوستانی که واردن، چت جی پی تی، یه چیزی هست مثلا هوش مصنوعی هست که شما یه صحبتی باهاش میکنید، با شما جواب میده، سوال جواب، مثل که آدم نشسته جلوتون، هر سوالی کنه میگم آخه خورش سبزی چجوری درست میکنم، بهتون توضیح میده. میخوام این کار کنم، راهنماییتون میکنه. اینی که نوشته شده مالا هارس دارتشه، میگه زمین پر از دانش الهی میشه، مثل آبها که دنیا رو فرا گرفته، اینترنت الان اینجوریه. بخوان اترا یاد بگیرن، گمارا یاد بگیرن، زهر یاد بگیرن، هر چی بخوان، تفیلا، ما داریم تفیلا الان مرور میکنیم. دنیا
ایرانی ها نگاه میکنن. بنابراین این زمان ماشیخه، ماشیخ یه دفعه از بالا نمیفته، همه چیز سیر طبیعیش داره میره جلو. خیلی قشنگه، میگه زمانی خواهد بود که دنیا به شلموت، به کامل بودن خودش خواهد رسید. حالا بعد از اینکه ماشیخ اومد، اوکی، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ دو تا عقیده های مختلفه، رمبام و رمبان. یه عقیده میگه که آره ماشیخ میاد، تمام مرده ها زنده میشن که همه بهش اعتقاد دارن، تقیقت هم بدیم که گفتیم دوره بعد از زمان ماشیخ هست. ولی بعدش چطور میشه؟ مرده ها که زنده شدن دوباره میمیرن یا ابدی خواهند بود؟ طبق یه عقیده میگه آره مرده ها زنده میشن ولی دوباره میمیرن، اون در عالم حبا جایی خواهد بود که واقعا نشامد روحا خواهند بود، دیگه بدنی نخواهد بود. ولی هارمبان و اینکه قبالا و اینا خصیص هم طبق اون میره، میگه نه، زمانی که ماشیه خواهد اومد تقیات همتی میشه، مرده ها زنده میشن ولی زندگی ابدی در بدن خواهد بود. این عقیده است که طبق قبالا و رمبان میره. البته ربه جای دیگه توضیح میده که هر دوتاش درسته، با هم هیچ ضد و نقیض ندارن. این یک دوره اشاره میکنه، اون به یه دوره اشاره میکنه، به حال واردش نمیشیم. ولی اینا چیزهای خیلی قشنگی که بعد از زمان ماشیخ هم اتفاق خواهد افتاد. میگه عمر انسان ها میره بالا. گفتیم زمان ماشیخ همه چی طبیعی پیش میره، حتی انسان ها فوت هم میکنن، زمان تقیت هم میتیم زنده میشن بعدش، ولی طول عمر الان داره میره بالا. تو ایران یه زمان 60-65 دیگه مکسیموم بود، الان بارو خشم داره عمره میره بالا 90-95 120 و میره 120 سال سالم و عاقبت به خیر. این گونه خواهد بود. میگه چی هست که انسان رو خدای نکرده مریض میکنه، طول عمر رو میاره پایین؟ استرس، ناراحتی مختلفه. زمان ماشیه که دیگه ناراحتی نخواهد بود، وفور نعمت، همه چی خواهد بود، مادی معنوی. پس دیگه چیزی انسان رو فکرش رو مخصوص نمی کنه. بنابراین آدم ها طول عمر پیدا خواهند کرد. و میگه ما ایمان داریم، امید داریم برای زمان ماشیه، نه به خاطر اینکه وفور نعمت و ثروت و استقلال و آزادی و شراب و چیزایی که بعضی از مردم مثلا ممکنه برداشت غلط داشته باشن، بلکه دلیلی که پیامبرای خدا آوردن، رمباب هم تو حلقا میاره، به خاطر این است که دانش تورای آشکار میشه، انسان وقت آزاد داره و میتونه در خوبی معنویت پیشرفت کنه. واو، اینه که ما ماشیخ میخوایم. یه جمله خیلی قشنگ میگن، میگن اون ماشیخی که ما میخوایم خدا نمیخواد، اون ماشیخی هم که خدا میخواد ما نمیخوایم. ما ماشیخ میخوایم، آقا دست دیگه دست باز رفتیم دانتان کار کردیم خسته شدیم، ماشیخ برای این میخوایم. اون ماشیخی که واقعا هشم میخواد بفرسته اونم ما نمیخوایم. بنابراین باید بفهمیم ماشیخ رو کلا تو حلاخا میگه رمبام قوانینش، به خاطر اون خوبی هایی که در ویزدم و عقل و دانش و تورا آشکار خواهد شد، اونو ما میخوایم که در نظر. الان هم همینجور، انسان اگر میخواد کار میکنه، هدف زندگی کار کردن نیست، پول در بیاری. پول در میاری، آره، خرج مثلا بچه ها میخوام مدرسه برن زندگی کنی، وقت برای تو رو داشته باشی، وقت برای کمک کردن داشته باشی. ولی اون موقع اینها خیلی راحت خواهد بود، وقتی که همه چی درست بمیدشه میره جلو. میگه به قرن و تارون بیشواته خواهد. قرن و قرن یعنی شاخ که اشاره میکنه، یعنی چی؟ شاخش مال داوید همده خو که شکوه و جلالش در نجات تو. میگه شاخ نشونگر مال حیوان، نشونگر قدرت و زیبایی شد. یعنی مثلا یه حیوان قوچی یا مثلا چیزی که شاخ قشنگی داره، یه ابهت میده، زیبایی میده. و این اشاره میکنه به زمان ماشیخ و داوید همده که شکوه و جلالش کامل خواهد شد. میگه چرا؟ میگه این شاخه ارتباط داره به پادشاهی داوید هملخ، برای اینکه روغن رو در یک ظرفی که از این شاخه درست شده بود میریخت ناوی شمول هنوی و مسخ میکردن داوید هملخ رو بدین وسیله. مسخ کردن ماشیخ همین هم هست. و از اونجایی که این شاخ
قرن خیلی پر طاقت و قوی هست، این ظرفه نشونگر اینه که تحمل سلسله داوید حمل خیلی زیاد بود، با وجود که حمله ها و خیانت هایی که بهش میشه که میدونیم از هم خودی و از غریبه چقدر بهش مسئله ساز شد، ولی نهایتا سلسله داوید حمل خواهد بود و میگیم اتسه مخت داوید الان درسته به تمیزاش خراب شده پادشاهی نداریم، ولی بر میگرده و یکی از شرط های ماشیخ هم که باید از سلسله داوید هملخ باشه. کسی که میخواد ماشیخ باشه نمیتونه از نسل داوید هملخ نباشه، حتما باید بخوره. اون موقع دیگه زمان ماشیخ کامل خواهد بود. کلی شواد خواهد گیبین کلیان قسمت آخره که میگه ما ایمان داریم به نجات تو هر روز، تمام روز، تمام روز. و یکی از سوالی که بعد از 120 سال از انسان میکنن سپیتالی شوا، آیا انتظار داشتی برای اومدن ماشیه؟ چشم انتظار بودی؟ مثل یه نفر که مسافر داره، عزیزش داره میاد، واو، لباس قشنگ میپوشه، خونه رو تمیز میکنه، هر کی زنگ زدن فکر میکنه این زنگ زدن من رسیدم. خخامی بودن که مثلا کیپ داشتن آماده، لباس قشنگ اشرافی برای زمان ماشیه دوختن. چرا؟ برای اینکه خواب و خیال نیست، باهاش انسان زندگی میکنه. اگه نفر عزیز داری همینجوری میری میخوابی؟ نه، آماده هستی. ماشیخ هم همینجوری، ما باید چشم انتظار باشیم، امید داشته باشیم، ایمان داشته که از سیزده اصول ملت یهوده که با وجودی که تأخیر کرده هنوز من بهش ایمان دارم که میاد. تو تفیلا هم صحبه میخونه میگم قبل هشم ایمان داشته، امید داشته باش به هشم قضیه قیامت. دوباره میگه قبل هشم، توی جمله دوبار میگه امید داشته باش. امید چرا دوبار میگه؟ میگه امید داشته باش، اگرم هنوز نیومد تأخیر، باز هم امید. تو زندگی انسان هیچ وقت نباید امیدش رو از دست بده. اگر خدای نکنه انسان امید رو از دست بده، یعنی برعکس زندگی. و همچنین تو شرح تشوبا شولخان روخ که یکی از مفسرین اینجا کامنتیا توضیح میده که وقتی که ما اینو میخونیم که ما ایمان داریم، امید داریم تمام روز به نجات تو که ماشیخ و اینا بیاد، میگه این کلمات که میخونیم امید داریم، میگه باید کبانا ببندیم، نیت ببندیم و هشم که خلاص کنه ما رو روزانه از هر مشکل شخصی و مسائلی که داریم. واو، این جمله رو که ما هر روز تو تفیلا میخونیم، وقتی به این سه چهار کلمه رسیدیم که لیشوات خاقیبین کاریان به نجات تو امید داریم تمام روز، نیت میبندیم که خداوند خلاص کنه ما را از هر دردسر، از هر مشکلی هست. میگه کسی اگر نیت رو ببنده ضمانتش میکنن که حتما نجات پیدا کرد از زمانهای سخت. خوب اگه تفیلا که میکنیم، گفتیم تفیلا فقط دعا و روخونی نیست، تعلیم خونی نیست. تفیلا یعنی اتصال، پیوند به هشم. وقتی انسان تفیلا میخونه بعد از تفیلا، از کجا میدونیم تفیلاش قبول شده یا نه؟ هم هر روز میخونه. یکی از خیلی صدای قشنگ میکنن جای دیگه، یکی از برشم تو میاره، اگر بعد از تفیلا حالت خوبی پیدا کردی، شور و عشق و اینا، مثل بعد از یوم کیپور انسان سبک میشه، یعنی تفیلات قبول شده. ولی اگر تفیلا خوندی سنگین و مثلا حوصله نداری، اینا تفیلا جایی نرفته. تفیلا تو یهودیت مرکزه، سنتره. بنابراین انسان رو خودش کار میکنه تو تفیلا، طرز فکرش عوض میشه، زندگیش عوض میشه، اصلا تمام تورایی که خونده از طریق کانال تفیلا وارد زندگی میشه. تفیلا ما سرسری میگیم تفیلا یه چیز معمولی، برم بعد مثلا کار کنم، برم تورا بخونم، نه، تفیلا واو، یکی از سنتر، مرکز تو یهودیت. تو گمارای سنهدرین هم میاره که بن داوید یعنی ماشیه که از نسل داوید نمیاد مگر اینکه به حس خدد، یعنی که تمام اسرائیل ها امیدشون رو از نجات از دست بدن و میگه کمکی برای اسرائیل نخواهد بود، اون موقع میاد. یعنی وقتی که انسان حس خدد، یعنی فکرش دیگه دور کرد که ماشیه نمیاد، اون موقع میاد. و این سوال برانگیزه چون الان گفتیم که ما تمام روز
امید داریم به اومدن ماشیه و ما همش باید در فکر ماشیه باشیم، مثل کسی که چشم انتظاره. پس چجوره؟ هم میتونم چشم انتظار باشم، هم کتابای ماشیه بخونم، و هم میگه ماشیه به حس خدر، یعنی وقتی فکرم نیست در مورد ماشیه میاد با هم نمیخوره، یا فکرم به ماشیه هست یا نیست. یه دو تا تفسیر میکنن که حس خدر یعنی بالاتر از درد، یعنی با وجودی که من دارم در مورد ماشیه میخونم، امید دارم، مثلا مطالعه میکنیم، ولی نه اینجوری که ما فکر میکنیم ماشیه، بالاتر از این دانش ماشیه میاد، بالاتر از طرز فکر ما خواهد، نه اینجوری که الان ما فکر میکنیم. یکیشه. و یه جواب دیگه میده، میگن خیلی قشنگ، میگه اسرائیل ها در عرض گالود، مثلا الان دوره ما میبینیم، بعد راهنمایی شدن، گمراه شدن، وقتی که رو میارن به کشورها و ملتهای دنیا که سیاسی هن و ارتشی و اینا هستن و میخوان به اصطلاح ما خوبی کشور اسرائیل میخوان و با این قانونهای سازمان ملل رو مثلا رعایت کنی، حتی آمریکا که حامیه و دوست عزیز کشور اسرائیل، اونم منافع شخصی خودش رو داره. میگه وقتی که ما دیگه به هیچ ملتی رو نیاریم، یعنی بگیم شلوموت، کامل بودن کشور اسرائیل، یهودی بودن فقط به نظر خداونده، اینا دوستن، ازشون استفاده میکنه، ولی امیدمون رو به اینا نمیذاریم، از دست میدیم و فقط به خدا میذاریم، اون موقع ماشیخ میاد. یعنی فکر نکنن امیدمون به آمریکا و ارتش آمریکا و پول آمریکا باشه که یهودیت نمیدونم درخشان بشه یا کشور اسرائیل نمیدونم واو چی بشه. بعد دیدیم هر کس منافع خودش میخواد. هر موقع اسرائیل کاری که درسته انجام داد موفقه، ولی هر موقع بخواد مردم دنیا رو راضی کنه، سازمان ملل یا آمریکا و اینا، متاسفانه مسائلی پیش میاد. الان در مورد اسرائیل میبینیم، از وقتی که صلح کردن به اصطلاح با تروریست، کسانی که میان با ماشین خودرو که میان تو مردم چاقو میزنن، آدم میکشن، هر روز تو اسرائیل متأسفانه بلایی هست. کی اینا شروع شد؟ از وقتی که نشستن مذاکره کردن، چیزی که ربه گفتن به عنوان نبوت که اگر شروع کنن سر یه میز، نه اینکه زمین رو پس بدن که دادن، متأسفانه حتی بیشتر از سر یه میز مذاکره کنن، سکانت نپاشد، خطر جونی خواهد بود. ولی اسرائیل گفت نه، ما میخوایم دموکراسی باشیم، ما رو زیر فشار گذاشتن. بدبختیش الان میبینیم، تا حدود 30 سال پیش قبلش از اون کسی اصلا جرئت میکرد همچی کار رو انجام بده. یه سرباز اسرائیل که بیرون میاد، اینا 7 تا سوراخ پیدا میکردن اگه برن قایم بشن. حالا یه بچه عرب هم سنگ میگیره به سرباز ها میزنه، کسی هم نمیتونه بهش بگه ها یا نه. چرا؟ از ماسک بر ماسک. وقتی رو بیاریم به سازمان ملل و آمریکا و دموکراسی دنیا، با تروریست که نمیشه صلح کرد، با تروریست که نمیشه زندگی مصالحت آمیز داشت. میدونید بدبختیش رو الان دارن میبینن. حس خدر یعنی وقتی که فکرت گذاشتی کنار، امیدتو از دست دادی، از اینها فقط به خدا چیزی که درسته انجام دادی، اون موقع ماشیخ میاد. آره از اینا کمک میگیریم، ولی امید واقعی به کی هست؟ به هشم. و اینه که میگیم بارو خطا هشم، آخرش مسمیه قرن یشوا میرو، یعنی این نجات و مال از زاوی تمل خو. اینها میگه اینا کی گفتن؟ این میگه فرشته ها وقتی که دریا باز شد، از مصر اومدیم بیرون، اینها این برخا رو گفتن. چرا؟ برای که خروج از مصر، دریا که باز شد ما اومدیم بیرون، این شروعش بود. نهایتا زمان ماشیخ دوباره این گونه انجام خواهد شد. نوشته شده کیمه صدقا مئرس میسرعیم ار این و نفلات. میگه همانند خروج از مصر برای شما معجزات، حتی معجزات بالاتر انجام خواهد داد. همونجا که دریا باز شد و ما شیرا سرود خوندیم، تا حالا ما 9 تا سرود داشتیم. زمان ماشیخ هم به امید داشتیم سرود نهایی. این دفعه همه دنیا با هم این سرود رو خواهند خون، به امید هشم مدرم حج دوتا از زخه بشه، اومدن ماشیخ، آبادی به تعمیر داشت، و این زمانی برسه که دیگه مردم دست از این درندگی رو بخوان همدیگر رو تیکه پاره کنن وردانن، و تمام هدف، انرژی، پولی که دارن بیذارن به جای که ساختن بمب اتم و نمیدونم اسلحه و این کارهای بد، برای رفاه بشریت به امید هشم به کار ببرن. شالوم شالوم.